به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم‌ها، آقایان، دخترها و پسرها سلام، شب بخیر. امروز روز آزادی بود برای مردم غیور، مردم درجه یک و مردم بسیار متعهد و متدین کشورمون. مجدداً در برنامه‌مون گرامی می‌داریم روز بزرگ حماسه و غیرت در تقویم تاریخ ایران، سوم خرداد ماه رو. شما خیلی خوش سلیقه‌اید که برنامه ما رو برای تماشا انتخاب کردید. امیدواریم که ما هم در قبال لطفی که شما به ما دارید بتونیم برنامه‌ای در خور شأن تقدیم حضور شما بکنیم. فکر می‌کنم که با تبلیغاتی که انجام شد برای برنامه امشب، هم در خود تلویزیون، هم روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های محترم، نیازی نباشه که من خیلی برنامه رو به فضای تعلیق ببرم تا شما مهمان برنامه رو بشناسید. شاید ذکر همین نکته کافی باشد که مهمان امشب برنامه ما میگوید که بی دفاع است. اگر باور نمی‌کنید تماشا کنید تا برگردید. آقای مسعود شصتچی، آخرین دفاعیاتتون رو میشنویم. چه دفاعی از خودم بکنم؟ من بی دفاع. جناب قاضی، من از هیچ کس توقعی ندارم. لازمه که قبل از اینکه با مهمان نازنین برنامه امشب سلام علیک و گفتگو رو آغاز بکنم، به رسم ادب حرفه‌ای به شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و ریاست محترم این شبکه، جناب آقای دکتر پور محمدی، بسیار تبریک بگویم که در ایام عید با ساخت یک مجموعه جذاب و پرمخاطب تونستن که لحظات شادی آفرینی رو برای مردم ایران به ارمغان بیارن. همینطور باید تبریک بیشتر رو ابلاغ کرد به مرد موفقی که در طول 13-14 شب نوروز ثابت کرد که هر بار میتونه چهره متفاوتی رو از خودش به نمایش بگذاره. مهران سلام، شب بخیر. به مثلث امشب خیلی خوش آمد. متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و خوشحالم که اینجا هستم. خیلی ممنونم. ما هم خوشحالیم که شما رو در برنامه مثلث شیشه‌ای میبینیم. چه خبر؟ سلامتیتون؟ خبری نیست. هیچ خبری نیست. امن و امان. خوب استراحت کردیم بعد از مرد هزار چهره؟ استراحت، آره، یک هفته 10 روز خوابیدم کامل. چون روزای آخر میدیدم خیلی خسته بودی. آره، روزای آخر خیلی سخت، این کار خیلی سنگینی بود، سخت بود، ولی خوابیدم بعدش. آره، بد نبود. یه جمله خیلی جالب مهران مدیری پشت صحنه همون 3-4 قسمت آخر گفت. گفتم اگه یه روزی اومد به برنامه مثلث شیشه‌ای میگم. میگفت که من اگه از 7 سال پیش هم تولید سریال رو شروع کنم باز شب آخر به مشکل بخورم. آره، ما همیشه این مسئله دقیقه 90 رو داریم دیگه. حالا یه وقته این قضیه خیلی شدیدتر بود به خاطر عدم برنامه ریزی ها، ولی الان برنامه ریزی هامون درست شده، وسواس من زیاد شده. این خیلی مهمه به این دلیل که باز میرسیم به شبای آخر. در هر صورت باز میرسیم به شب آخر و تقریبا آخرین قسمت، سکانس های آخر مرد هزار چهره درست روز 13 به در ضبط شد. بله دیگه، 4 بعد از ظهر. شما که یادت؟ یادم. خیلی خسته و بیخواب اما بسیار دقیق و وسواسی. سوال نظرسنجی امشب ما راجع به ساخته های مهران مدیری است که گمان میکنم برای خود مهران هم جالب باشه که نظر شما رو بدونه. سوال نظرسنجیمون رو ببینید تا برگردیم رسما گفتگو رو شروع کنیم. همین الان که توی LCD های پشت سرمون داشتیم نگاه میکردیم، مهران میگفت من خودم به مرد هزار چهره رأی میدم. کامل ترین ساختت بود یا جذاب ترین؟ یعنی حرفه‌ای ترین بود یا جذاب ترین به نظرت؟ حرفه‌ای ترین بود، برای اینکه ما اینو تک دوربین ضبط کردیم و مثل سینما. آره، و خب خیلی این کار براش دکوپاژ داشتم، فیلمنامه خوبی داشت، متنای خیلی خوب و دقیقی داشت، کار با بازیگر زمانش رو داشتیم،
که انجام بدیم؟ حرکت های دوربین، قاب بندی ها، لباس، تونستیم به جزئیات بپردازیم که تو کارای قبل نمیشد. خب آخه بعضی وقتا این جزئیات در نهایت کمکی به جذابیت قضیه نمیکنه. یعنی خیلی وقتها بدون دقت به جزئیات هم میشه اثر جذاب خلق کرد. خب این کارو کردیم قبلا خیلی. ولی این کار دقیق تر بود، حرفه‌ای تر بود به معنای یک اثر نمایشی به لحاظ دکوپاژ، دوربین، فیلمنامه، گریم، لباس. مخصوصا این فیلمنامه‌اش خیلی مهمه. میگن اولین باری بود که مهران مدیری کامل فیلمنامه‌اش رو در اختیار داشت، میدونست میخواد چی بسازه. نه نه، قبلش هم اتفاق افتاده بود؟ نه، این کارم فیلمنامه کامل در اختیارم نبود. چون که آره بعضی سکانساشو شاهد بوده. البته این که میگم ضعف هیچکی نیست، یعنی فکر کنید مثلا گروه نویسنده رو میگم، نه، برای اینکه گروه نویسنده هم با آنچه که ساخته میشه و پیش میره با اون فضا پیش میره و این خوبه. یعنی گروه نویسنده هم خودش رو با آنچه که میبینه و ساخته میشه روتوش میکنه، بخشای جذابترش رو تقویت میکنه. برای همین مدام این آزمون و خطا هست تا روز آخر. آخه شما دفعات قبلی، خدای من چه اتفاقی افتاد؟ هیچی، یه نفر داشت میخورد زمین، اصلا نگران نخورد زمین نه نخورد تا نیمه اومد ولی نخورد زمین. توی دفعات قبلی کارهای روتینی 90 شبی شما این فرصت روتوش رو داشتین، رو آنتن میدیدین، فیدبک مردم رو نگاه میکردی، تقویت میکردی. این دفعه دیگه تیمی نویسنده ها دنبال چی میگشتون؟ ضبط میشد و باید پخش میشد دیگه، چجوری میخواست روتوش بکنه؟ نه، بچه ها میومدن سر صحنه. خب و مدام میدیدن چیزی رو که ضبط میشه. حتی من یه قسمت هایی رو که بچه ها سر صحنه نبودن رو یا حالا به شکل راش یا مونتاژ شده رو میبردم توی رژی و با بچه ها میدیدیم. خب که مثلا این سکانسی که ضبط شده حالا این شکلیه. اونا بچه ها به یه جزئیاتی میرسیدن در مورد شخصیت اصلی این کار یا کسایی که دارن بازی میکنن و میرفتن متن رو که با ما داده بودن یه تغییراتی درش میدادن برای جذابتر شدنش. این شخصیت اصلی که شما الان تکرار کردی یکی از سوالای مهمیه که میخوام امشب بپرسم. برخی از کارشناسان مشهور همیشگی معتقدن که مهران مدیری همیشه دوست داره شخصیت اصلی باشه. این همیشه هم بوده دیگه، توی همه کارهاش محور خودشه، نقش اول خودشه، بقیه هم زیر سایه مهران دارن جلو میان. نه یه مثال نقض بیار. شایعه است. نه، این که من دوست دارم شخصیت اصلی باشم دقیقاً برعکسه. من اصلا دوست دارم بازی کنم. پس چرا بازی میکنه؟ توی کار پاورچین من اومدم یه کمی تونستم حرفام به کرسی بنشونم که من یه ذره کنارتر وایسم، یه ذره اون نقطه اصلی درخشان کار ما جلوتر باشه و من مکمل باشم. توی شبهای براره همینطور، سیامک انصاری نقطه اصلیه بود و من سعی میکردم یکی از اون اهالی باشم در کنارش. توی مرد هزار چهره به دلیل اینکه سعی بود حرفه‌ای تر کار بشه و من تمرکز بیشتری روی کارگردانی داشته باشم اصلا نمیخواستم بازی کنم. من روز اول نشستم، روزها فکر کردم به اینکه چه بازیگری بازی آره اینو بازی کنم. به کیا فکر کردی؟ به سیامک انصاری، به امین حیایی، به خیلیا. و بچه‌های نویسنده گفتم ما نمی‌نویسیم. چرا؟ مثلا رفتن تعطیل. یعنی بعد اصلا یه بحثی شد که تو بازی نکنی ما اصلا نمی‌نویسیم. اونا نه به این دلیل که من خیلی بازیگر بزرگی هم اینو میگفتن، نه، به خاطر اینکه این نقش میگفتن اصلا مال توه، یعنی ربطی به قدرت بازیگری و ضعف بازیگری نداره. و یه ظرافتی داشت که البته الان خوشحالم که بازیش کردم خودم. منم خوشحالم چون
توانایی دیگری را از مهران مدیری نشون داد، ولی حرفامو پس نمیگیرم که مهران مدیری دوست داره که محور کارهای خودش باشه، چون دلیلم براش دارم. تیپ هایی که در کنار تو رشد میکنن در سریال های مختلف دیگه در اثر بعدی دیده نمیشن، مثلا بامشاد، مثلا داونه، مثلا کسی که گل میکنه در سریال مهران مدیری توی مجموعه بعدیش نیست. نه این خیلی بی‌رحمانه است این که میگید، برای اینکه من اتفاقا خیلی پوش میدم بازیگرای دیگر رو، میگم توی پاورچی من خیلی قسمت ها رو بازی نمی کردم و اومدم کنارتر. این نقطه اصلی ما به عنوان کمدین و چیز بود، جواد رضویان توی برره به نظر من نقطه اصلی و درخشان کار شخصیت سیامک بود و من پوش میدادم، مدام پوش میدادم برای بیشتر دیده شدن. این که تو کارهای بعدی ما با هم کار نمی‌کنیم یه بحث دیگه است، یه اتفاق طبیعیه یا اینکه آره دلیل داره؟ مثلا کار بعدی شروع میشه، بچه‌ها سر کار دیگه‌ن، اون یکی کار سر کار سینماییه، اون یکی یا اصلا نقشایی که ما داریم به اون آدما نمی‌خوره. من توی مرد هزار چهره جایی برای شفیعی جم نداشتم. اینه که ولی اگر تو بخوای برای کسی جایی طراحی بکنی، مطمئنم انقدر قدرت داری که طراحی بکنی. این لطف شماست، ولی به هر حال یه جوری باید درست و منطقی باشه انتخاب نقش و من نشستم اصلا به یک سری بازیگر دیگه فکر کردم، با یه شکل و شمایل دیگه، با یه جور بیان دیگه، با یه جور سابقه دیگه که سابقه کمدی نبود، خیلیاش خیلی جدی بودن. برای اینکه این کار اصلا اینو میطلبه. آره دیگه، اگه اتفاقا من بخوام اون نقد بی‌رحمانه رو ادامه بدم، تازه میگم در مرد هزار چهره مهران مدیری رفت سراغ چهره هایی که اصلا طنز کار نکردن تا نمود طنز خودش بیشتر باشه. تازه بیرحمتر میشم اگه اینو بخن. از بیرون گفتن الان نه از بیرون گفتن که حامی مالی برنامه‌مون رو بگو. آها. که شرکت پرشیا خودروست نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش اتومبیل های بی ام دبلیو در ایران، آدمایی که پول دارن و از این ماشینای خوشگل می‌خرن، خیلی ممنونیم از شرکت پرشیا خودرو. اینو گفتن که بگو. مهران عزیز، توی صحبتات به یه چیزی اشاره کردی که نویسنده‌ها گفتن این نقش مال توئه. اتفاقا می‌خواستم برنامه رو از اونجا شروع کنم، بعد از اینجا شروع شد. میگن که مرد هزار چهره اصلی با تجربه پایان بندی سریالی که داشتی خود مهران مدیریه. مهران می‌خواست نشون بده که من هزار چهره‌ام. این یه تعبیری بود که توی نقدها من خوندم، ولی اصلا اینجوری نبود. من یک شخصیتی رو شروع کردم به بازی کردن و به مرور دوستش داشتم، به عنوان آدمی که یک کودکی و معصومیتی درش هست و همینجوری که گفتم بی دفاعه. من هرگز فکر نکردم به اینکه این آدم میتونه من باشم. اینا تعابیر شخصیه که راجع به این کار میشه، حالا خیلی تعبیرا میشه، ولی این شخصیت یک آدمی بود، یک آدم بازی شدنی توسط من که ربطی به من نداشت. من اصلا هم اصلا ربط ندیم پس به خود مهران مدیری. نه. چون آخه اسم اولیه سریال اگه جای من بودین بود، یا اون نوشته ای که از طرف روابط عمومی سریال شما در اختیار مطبوعات قرار میگرفت با همین شروع میشد. اسم اولیه همین مرد هزار چهره بود، اصلا کدی که ما برای سازمان دادیم با این اسم بود. من خودم یه روز نشستم فکر کردم که مرد هزار چهره زیر کلیشه‌ایه و بعد فکر کردم به این اسم که اگه جای من بودیم با یه علامت سوال. خب بعد چون در مدت خیلی زیادی این اسم جا افتاده بود توی مطبوعات و همه منتظر بودن مرد هزار چهره ببینن، به هر حال فکر کردیم که اگه پخش ممکنه بخشی از بیننده هامون از دست بدیم یا اصلا مردم فکر کنن که چی شد، شاید یه کار دیگه است، یه کار دیگه بوده. در نتیجه تصمیم گرفتیم همون اسم قبلی روش بزنیم. همیشه هم که وقتی خبرهای اینچنینی اتفاق میفته بلافاصله بازار شایعه هم داغ میشه. بعد از تموم شدن مرد هزار چهره برخی از خبرگزاری ها مطبوعات نوشتن که یه سانسور عظیمی در این سریال صورت گرفت و خیلی از قسمت ها حذف شد. ما اصل مطلب رو از خود مهران سوال میکنیم که چقدر سانسور وجود داشت، اصلا وجود داشت یا وجود نداشت. این کار 86 قسمت بود، 65 قسمتش حذف شد. این اولین کاری بود در طول این 15 سال که از شروع کار طنز میگذره، این نوع کاری که من شروع کردم
سانسوری نداشت، یعنی به خاطر اینکه هماهنگی ها از قبل شده بود. یعنی ما اجازه شوخی با خیلی از مشاغل و پست ها رو با سازمان هماهنگ کرده بودیم، اجازهش رو گرفته بودیم، متن ها خونده شده بود، ایراد از قبل گفته شده بود، اگر موردی بود که باید پخش نمی شد رو به ما می گفتن. و ما خیلی عجیب بود و خیلی خوب بود که برگه های ایراد پخش هر قسمت که می اومد خالی بود. و اگر هم یعنی در حد جمله و کلمه که اون هم با پخش چک می کردیم و پخش می گفت اگر لطمه ای نمی خوره این کارو بکنید، یعنی اگر این سکانس لطمه ای بهش نمی خوره این کارو بکنید، اگر فکر می کنی لطمه می خوره بیای فکری بکنیم که چیکار کنیم، یعنی توی مونتاژ به یه نقطه‌ای برسیم که هم این اتفاق به خوبی صورت بگیره، همین که کار اون سکانس پخش بشه. نه اتفاقا ما مسئله ممیزی خیلی خیلی کم داشتیم. پس رسما توسط خود مهران تکسیب میشه؟ بله، چون بعضی از خبرگزاری ها میگفتن 110 دقیقه، 90 دقیقه، 200 دقیقه. نه بعد یه چیزی دیگه هم بگم، من خودم هم آخه تو این 15 16 سال یاد گرفتم، یعنی چیزی رو اجرا میکنم که میدونم مشکلی نداره، یاد گرفتم. انقدر حرف زدیم، بحث کردیم و قد اتفاقات افتاده که من میدونم این چیزی که الان دارم ضبط میکنم ممکنه پخش نشه، بنابراین ضبطش نمیکنم. یه جوری خودم مواظبم که اگر راجب شغلی حرف میزنیم به کسی بر نخوره، اگر عنوانی رو نشان میدیم برای کسی مشکلی پیش نیاد، جمله بندی ها، شکل گریم خانم ها، نمیدونم مسئله حجاب خانم ها، اینا رو من چون بلد شدم دیگه تو این سال ها خودم مواظبم، یعنی اشکالات پخش به این خاطر کم شده. مهران عزیز، به شغل های مختلف اشاره کردی، حالا بعد از مرد هزار چهره شایعه این که افراد متعددی از این پروژه اعلام شکایت کردن، یکیش که حقیقت داشت ثبت احوال شیراز، بعد صحبت نیروی انتظامی شد، توی نیروی انتظامی هم خیلی مکدر از قضیه، یا نمیدونم دوستان ادیب و نویسنده و اینها ناراحتن، پزشکان ناراحتن، چیزهای رسمی به شما ابلاغ شد راجع به این قضیه؟ نه، این همه اینها شایعه بود و بعضی از مطبوعات عزیزمون، قربونشون برم، به هر حال ممر درآمدی است، این بازی رو راه انداختن که نمیدونم نیرو انتظامی شکایت که ثبت احوال فلان جا، نمیدونم کی، اصلا اینا نبود. خب ثبت احوال که شکایت کرد ولی پس گرفت شکایت. بله شد. اون خیلی قبلتر اصلا از پخش کار بود. بعضی از مطبوعات گفتم حالا بر نخوره پدر منو در نگیره. بعضی دو سه تا. بعد این بود که هیچ کس مشکلی با این مضامینی که ما کار کردیم نداشت واقعا. ممکنه شخصی دلخور شده باشه، شخصی یا اشخاصی، ولی اینکه یک صنف یا یک شغل یا یک سازمان نه. یه بحث کوتاه راجع به همین قضیه میکنم. جدیداً باب شده هر سریالی که از تلویزیون پخش میشه، اون اصطلاح خارجیه ببخشید خدا، اون بدمنهای قصه مالی شغلی هستن، بلافاصله نامه بلند میمیسن به رسانه ها که آقا ما به همون برخورد این کارو کردید. مخصوصا تو کارهای طنز این اتفاق بیشتر میفته. شما تحلیل چیه نسبت به این پدیده؟ ببینید، این موضوعی است که در همه دنیا رسمه، بارها این حرف زده شده، ولی چون سوال میکنید من بازم عرض میکنم، شوخی با یک آدم یا آدمهایی که در یک شغل یا صنف مشخص کار و زندگی میکنن، اینا نماینده همه اون صنف نیستن. ما چند تا شخصیت میسازیم و باشون شوخی میکنیم. این شخصیت میتونه یک عضو نیروی انتظامی باشه، میتونه یک پزشک باشه، میتونه معلم باشه، میتونه شاعر باشه، میتونه این آدم، این خنگی که ما تصویر میکنیم نماینده همه پزشکان نیستن. آخه چطور ممکنه من بیام همه پزشکان رو زیر سوال میبرم؟ ما با پزشکان زندگی میکنیم، ما با شعر و شعرا و روشنفکران و
ادبیات زندگی میکنیم، ما با پرستارها مدیونشونیم، ما با خیلی اخشار دیگه. چطوری میشه همه اینا رو ندید گرفت و دستشون انداخت؟ هدف این نیست، چون ما هر شخصیتی رو انتخاب کنیم بالاخره این داره یک شغله، داره یک جغرافیاست، یعنی یا شیرازیه یا کرمانیه یا تهرانیه یا لواسانیه یا بالاخره یه جایی هست. آخه نمیشه یه آدمی نه مال جایی باشه، نه هیچ شغلی داشته باشه، نه هیچ رفتار فرهنگی داشته باشه، بعد باشه خوب. مثلا بالاخره هر کاری کنیم به یه جا و کسی و یه شغلی برمیخواد. من فقط میتونم اینو بگم، هر آدمی رو که ما میسازیم و با شوخی میکنیم نماینده اون صنف نیست، یه آدمی ساخته ذهن ما، آدمی از اون اجتماع. من میگم مهران، یه خورده شاید به خاطر کم شدن حس اعتماد هامون نسبت به هم دیگه است که این آسیب بزرگ اجتماعیه، که اعتماد در جامعه بین آدمهای جامعه کم بشه. به هنرمند اعتماد نکنیم، فکر کنیم که اون میخواد ما رو تخریب بکنه. به پزشک اعتماد نکنیم. تو فکر نمی‌کنی این دلیل هم میتونه یکی از دلایل این بحث باشه؟ میتونه یک دلیلش این باشه. حالا پس این بخش از گفتگو رو با این دعا به پایان برسونیم که ایشالله حس اعتماد جمعیمون به همدیگه بیشتر بشه. جامعه امروز با حس اعتماد مردم به همدیگه است که میتونه بالنده تر بشه. این بخش گفتگو. الان آگهی بین برنامه رو تماشا خواهید کرد، بعدش سوال نظرسنجیمونو یه بار دیگه میبینید، مربوط به ساخته های مهرانه. حتما نظر بدید که ببینیم که نظر شما در مورد کارهای مهران مدیری چیه، تا برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. اجازه میفرمید؟ بفرمید. خواهش میکنم. رضا رشیدپور به من میگه که بگو اسمس بدن برات. میگم خب میدن. چه اصراریه. اسمس میدن. مرسی. تا الان 255,890 نفر در نظرسنجی ما شرکت کردن که خیلی آمار خیلی خوبیه. یعنی رکورد چند شب گذشته است. الان شد 282,560 نفر. تا این لحظه به ساخته های شما نظر دادن. به نظرتون کدوم کار مهران از بقیه جذاب تر بوده؟ 1. پاورچین، 2. نقطه چین، 3. شبهای برره، 4. باغ مظفر، 5. مرد هزار چهره. فقط عدد رو برای ما به 30052 ارسال کنید. بذار این تموم شه بعد حرفام ادامه بدم. حامی مالی برنامه ما شرکت پرشیا خودرو، نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش اتومبیل‌های BMW در ایران هست که خیلی سپاسگزاریم. تماشا کنم تموم شد، به مهمانان میدن از این آخر برنامه دیگه. به همین خاطر گفتم پیاده بیای که با یکی از اینا برگردیم. میگن مهران مدیری پشت صحنه کارهاش خیلی خشمناک و عصبیه و اصلا اون چهره خندانی که در سریال میبینید اون نیست، خیلی آدم عصبیه. اینو باید از بچه هایی که باشون کار میکنیم بپرسید. من نمیتونم خودمو توضیح بدم، ولی خشمناک و عصبانی نیستم. ولی جدی هستی؟ جدی هستم. روابطمون دوستانه است. من فقط یه نقطه ضعف دارم. چیه؟ در زندگی، در کار. کاری رو که به کسی محول میشه درست انجام نده، ماسمالی کنه، من دیوونه میشم. یعنی میتونه بهم بگه من این کارو نمیکنم، دوست ندارم مثلا این کارو بکنم، من قربونش هم میرم. ولی این بگم این سیمه رو ببند، بعد اینو اینجوری ببنده بره. یعنی اون کاری رو که بهش محول شده رو به درستی انجام. این فقط نقطه ضعف منه. ولی روابط ما خیلی دوستانه است، خیلی با احترامه، خیلی با هم دوستیم و به هم دیگه انرژی میدیم. من اگر بخوام سر کار عصبانی باشم و خشمناک که نمیتونم یه گروه 92 نفری رو بچرخونم. خیلی نکته مهمیه. ببین یه گروه 92 نفری الان از دو زاویه میتونم نگاه کنم. یکی این که تو حس لیدری داری برای 92 نفر،
و به خاطر همین حسه که توی کار همشون سرک میکشی، نویسنده الان چی میمیسه، تصویربردار چی کار میکنه، یا اینکه نه وسواس خیلی زیاد داری. چون توی 3-4 قسمت آخری که حالا من هم پشت صحنه کارت بودم، میدیدم که خیلی وقتا خودت میشینی پشت دوربین جای تصویربردار، خودت داری تصویربرداری میکنی. بله. این مثلا دخالت در کار اون طرف تعبیر نمیشه؟ نه، چون رابطه ما با بچه‌ها رابطه خیلی خیلی نزدیکیه. بچه های تصویربردار به من اجازه میدن که پشت دوربینشون بشینم و یه جاهای خودم بگیرم، با حس خودم بگیرم، چون دوربین جون داره و من دوست دارم اون یه پلانایی رو با حس خودم بگیرم. یه چیزایی مخصوصا این کارهای حرکتی رو ریل. بچه هم ناراحت نیستن از این موضوع، برای اینکه یه جاهایی هم اونا به من یه چیزایی میگن و من گوش میدم و بهم یاد میدن. یه جور تبادل نظره و یه جور تعامل. پس دخالت تو کار همدیگه نیست. مهران، من گریمم میکنم. جدی؟ اینو ندیدم دیگه. سراغ بهرام دهقانیار هم میرم وسط موسیقیش هم دخالت میکنم. اتفاقا من با بهرام دهقانیار یه صحبت مکتوب کردم، میگفت که نظر خود مهران بود که تیتراژ مرد هزار چهره بر اساس این اثر معروف ساخته بشه. درسته؟ یا در لباس هم میرم نظر میدم، میدوزم، همه کار میکنم. خب این به خاطر اینه، میگم به خاطر از بالا به پایین نگاه کردن است که آقا منم، یا اینکه دوست داری واقعا علاقته. اینا همه به خاطر بهتر شدن کاره، به خاطر سرعت بخشیدن به کاره، به خاطر همفکری بیشتره، به خاطر همه ما داریم تلاش میکنیم که کاری که داره ساخته میشه به بهترین شکل ممکن ساخته شه. مثلا من کیم که حالا مدیریت و لیدر و اینا، اصلا همیشه این چیزا خنده داره برام. یعنی از بیرونم که میبینم یه نفر خودش رو توی جایگاهی میدونه و صندلی کارگردان براش میذارم، پشتش نوشته دیرکتور، یه نفرم بادش میذارم، میمیرم از خنده. آره، برای اینکه اصلا اتاق کارگردان، تلفن‌های آقای فلان، مثلا منشی کارگردان، مثلا شما اگه میخوام با کارگردان حرف بزنم اول با ایشون حرف بزنی، اینا ظواهر و حواشیه که وقت آدم‌ها رو به بتالت میگذارونه و خیلی عاشق این حاشیه ها. یعنی کارگردان یه کسی که پاچه‌هاشو میزنه بالا، میره وسط، همه کار میکنه و با همه خوبه، از همه انرژی میگیره، با همه انرژی میده. معنی لیدر، معنی مدیر اینه. معنی مدیری هم شاید اینه. بذارید من هم تایید کنم حرف مهران رو، چون 7-8 روزی که از نزدیک سر کار میدیدمش، میدیدم که برای کار داره دل میسوزونه و من هم طعم دخالت نمیچشیدم، یا طعم اون عصبیت و بد اخلاقی که بعضی روزنامه‌ها می نویسن، اون طعم رو هم هیچ وقت احساس نکردم. مسلما بچه‌هایی که با مهران سال‌هاست کار می‌کنن این قضیه رو بیشتر تایید می‌کنن. مهران، ما برای مهمون‌هامون یه بسته‌های ویژه شیشه‌ای داریم که یا موسیقی یا عکس یا یه فیلمه. محمد الان اون بسته عکسمون آماده است یا موسیقی؟ کدومه؟ یه عکسه. یه عکس برات پخش می‌کنم. اینو رو آنتن هم بدید که مردم هم ببینن. یه خورده کیفیتش پایینه، ولی این نفر اول از سمت راست مهران مدیریه. یه توضیح بدم؟ بگو. این سال 64 در جبهه. کجای جبهه؟ پاوه. خب کردستان. ما هم می جنگیدیم هم تئاتر اجرا می کردیم. این بهروز سلیمیه که رفت کانادا، اون یوسفه که بازی میکرد، این علی آقا محسنیه، بازیگر بودیم با هم و هم دبیرستانی. خب حمید هم اون کناره که شهید شد، گوشه ای از نصفه افتاده. آره. آره. این توی یه اتاقکیه که بعد میرفتیم تو سنگرای برای رزمنده ها اجرا میکرد. آره، بر تئاتر اجرا میکرد. من اتفاقا نمیخواستم 64-5 اشاره مستقیم و شعاری بکنم که مهران مدیری از بچه های جنگه، این عکس رو انتخاب کردم که به این قضیه برسیم. محمد، پس حالا اون یکی عکس هم پخش کن، چون مهران یه بار یه نقشی هم بازی کرده که اون... نه اون یکی، آه این یه فیلم دیدار سال 72. بذار مردم هم ببینن رانتن. آها. که کار محمد رضا هنرمند که
من حالا داستانشو حتما دیدن دوستان میدونن که داوود اسدی هم تو این کار بود. خدا بیامرزش، خدا رحمتش. بله مهران، میگن که تو خودت خیلی به نقشای جدی علاقه داری و خودم میدونم، مطمئنم که علاقه داری، ولی هیچ وقت مردم تو رو در نقشای جدی نمیپذیرن، بیشتر دوست دارن که مرد هزار چهره ببینن تا مهران رو در دیدار یا در باغ گیلاس یا کار جدی اینجوری کم به ذهنم میرسن. این دو سه تا بوده دیگه. بله خیلی اینو به من گفتن. یاد یه خانم خیلی مسنی میافتم، من کنسرت داشتم سالن میلاد 3 سال پیش، کنسرت تموم شد و منم خیلی خوشحال که با ارکستر بزرگ میخونم و اینا، این همه جمعیت، خانم خیلی خیلی مسنی رفت اومده بود پای صحنه، گفت مادر جون بیا. گفتم جانم. گفت یه چیزی بهت میگم اما من بشن. گفتم جانم بگو. گفت برو همون بازیگری تو بکن. بهترین نقدی بود، صادقانه ترین نقدی بود که تو زندگی به دلم چسبید. یه نمیدونی چه حالا جالب این که همون خانم محسن تا آخر کنسرت رو پس نشسته بوده دیده که. بودن آره. خب مادرم برو همون سراغ بازیگری کارگردانی. حالا خیلی ها به من گفتن آقا نه یا تو بادی جدی، چون من خودم آره دوست دارم که جدی بازی کنم. پیشینه تئاتریم هم همه کارهای جدیه و کار تراژدی توش هست، ولی دوست داره، هر بازیگری دوست داره شکلهای مختلف بازی رو تجربه کنه و منم اساساً آدم طنازی نیستم به لحاظ شخصیت، بیشتر درونگرا و جدیم و مسائل جدی برام جدی‌تره تا مسائل شوخی. نه اینکه جدی‌تر باشه، ولی دوست دارم خیلی. اینه که سعی میکنم اگر نقش جدی بازی میکنم، حالا میخوام این کارو بکنم آخه، یا فیلم جدی؟ آره یا فیلم جدی میسازم در آینده که میخوام این کارو بکنم. این کشتی گم شده مگه کار جدیه؟ نه اون کمدیه، ولی تو فکرمه که یه زمانی سالی یه دونه کار جدی هم انجام بدم، حالا سینما یا کارگردانی یا بازیگری یا سریال. سعی میکنم که این اتفاق به خوبی بیفته، یعنی آدم‌ها بپذیرن که خب اینم خوب بود، این شکلی هم خوب بود. ولی من هم مثل اون مادر محسن لزومی نمیبینم که تو این کارو بکنی. وقتی مردم تو رو در این کار موفق میبینن، چه لزومی داره که تو بگی که من در عرصه دیگه هم موفقم، حالا بیاد اینجا منو ببینید؟ نه آدم چیز میشه، آدم اشباع میشه یه جایی، فکر میکنه به آخر خط. نه 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 نه، منظورم آخر خط نیست، خودش شخصا از درون، کسی برم. که آره، کسی که بازی میکنه نقش کمدی رو، کسی که آثار کمدی میسازه، نه اینکه فکر کنه به آخر خط رسید، اصلا آخر خطی وجود نداره، ما تهش که برسیم تازه اول خطیم. ولی خیلی چیزه این، خیلی درونیه این ماجرا، دوست داشتن اینکه آدم بخواد شکلای دیگه ای از بازیگری یا کارگردانی رو تجربه کنه. اتفاقا این مقوله طنزی که تو انتخاب کردی و حالا نمیشه منکر شد که تو و دوستایی که اطرافت بودن یه راه جدیدی در طنز رو در تلویزیون باز کردید از سال 72 تا الان، منتها این با فراز و نشیب‌های فراوان همراه بوده. بعضی وقتا این طنزای 90 شبی رو می‌بینم که دیگه به کیفیت سابق نیست، به دقت سابق نیست، انگار که یه مغازه ای افتتاح شده و هممون می‌خوایم از اون مغازه برای مخاطب استفاده بکنیم. می‌خوام که تحلیلت رو بپرسم از این که طنز فاخر، طنزی که مردم رو به فکر وادار بکنه، با بعضی وقتا کارهایی که تحویل مردم میدیم چه تفاوتهایی داره؟ چند تا مسئله داره این نوع کار در ایران که همجوری من یه تک بگم؟ آره کوتاه کوتاه بگو که بتونم بیشتر تعامل کنم باهات. با من چالش نمی کنی؟ چرا؟ با من چالش نمی بگنی؟ آخه عرض کنم که این کار اولین، اتفاقا امروز داشتیم با یکی از دوستان حرف می‌زدیم، من همین حرفا رو زدم، باز تکرار می‌کنم، ما مشکلمون اینه که کمدی رو جدی نمی‌گیریم، اصلا همه مشکل‌ها اینجا شروع میشه.
کمدی برامون جنبه شوخی داره در ذات خودش، در حالی که اینجوری نیست. کمدی که از جدیترین موضوعات بشره و هنرهای نمایشی و ادبیات طنز، برای اینکه حرف داره، مسئله داره. وقتی این اتفاق میفته دنبال فرمولهاش نمیریم برای ساختن. این کار یه فرمولایی داره، روش بازیگری این نوع کار، ریتم این نوع کار، متن این نوع کار و لحن این کار. ما شوخی های جمعی خودمونو میاریم جلو دوربین، لزوماً بیننده اینو دوست نداره که، یه چیزی بین من و شماست، دلیل نداره مثلا ایشون هم بهش بخنده که، یا ایشون هم مطلبی ازش بگیره. اینه که تا وقتی ما جدی نگیریم این موضوع رو، منظورم کیفیت و ساختار نیست، جدی گرفتن خود کمدی، خود کمدی و اینکه بگیم ببینیم چی میخوایم بگیم اصلا، بعد ابزارشو بشناسیم. ببین مهران، این قضیه که شما میگی قطعا درست، ولی خودت هم این کار رعایت نکردی. مثلا من معتقدم که باغ مظفرت اصلا طنزی نداشت، یعنی بیشتر تبدیل شده بود به ابزار تبلیغاتی تا اینکه طنز توش وجود داشته. بحث تبلیغات توی اون کار یه بحث دیگه است. خود باغ مظفر رو ازش جدا کنیم یه بحث دیگه است. من خیلی اوج و فرود داشتم، مثل همه آدما. پلاک 14 یه چیز بود، نوت شب یه چیز بود، شبهای برره یه چیز بود، مرد ازارچهقی یه چیز بود. ما تجربه میکنیم و جلو میریم، آزمون و خطا میکنیم و جلو میریم. اینه که این مال همه ما هست، هر کسی که کار هنری میکنه تو هر رشته ای این اوج و فرودها رو داره. ولی موضوع تبلیغات یه موضوع دیگه بود، تو اون کار اتفاق افتاد، بحثش خیلی مفصل. بله، خب به کار لطمه زد. بله، به کار لطمه زد، قبول میکنی. بله، و دلایلش مفصله، بحثش مفصله که چرا. اما من همیشه جدی گرفتم اینو، جدی گرفتم. حالا اینکه اوج و فرودش چی بوده، کجا افتاده، کجا رفته بالا، به هر حال من جدی مو گرفتم. ولی خب تجربه کردی. تجربه کردی تا میگی تکامل یافته من رو در مرد هزار چهره ببینید. بله. مهران، این حرفی که تو الان میزنی، الان از یه زاویه دیگه بهش نگاه میکنم. میگی جدی بگیریم کمدی رو. بعضی وقتا این جدی گرفتن از سوی برخی مخاطبین حساس، منم حساس، کار به جاهای باریک میکشه. مثلا میگم ببین این مهران مدیری الان اومد اینجا این خودکاره رو برداشت گذاشت رو میز، منظورش این بود که فلان اتفاقی که فلان جوری افتاده بود، خودکارو گذاشته بودن رو میز، الان این کنایه زد به اون. واقعا میخوام ببینم که تا این حد تو میری لایه لایه میسازی طنزت رو، یا اینکه این برداشتای یکی از یک طنزی اتفاق میفته. اینو بهم صریح بگو. نه، منظور از جدی گرفتن این نیست، اینا تعابیر یک کاره. ما به اندازه جمعیت ایران تعبیر داریم، 80 میلیونی حدودا، 80 میلیون تعبیر از مرد هزار چهره میشه، چون هر کسی نگاه خودش رو، تعبیر خودش رو به هر کاری داره، به هر چیزی، به هر شکلی، به هر موسیقی، به هر عکسی، به هر تصویر. اینه که اینو کارش نمیشه کرد، و انقدر این تعابیر گسترده است که اصلا منظور اصلی شما این وسط گم میشه. یعنی باید خود اون آدم بیاد بشینه بگه آقا من اینو میخواستم بگم، من اینو میخواستم بگم، که شما اینجوری برداشت کردین. اینه که اشکالی نداره، این اصلا جلوی این تعبیرات رو نمیشه گرفت، برای اینکه ماهیت هنر تعبیر پذیره و تعریفهای مختلف میشه از یه اثر کرد، همونجور که در تاریخ هنر همین بوده. اما یه جاهای عجیب غریبه تعبیرات، یعنی خودکاری که شما میذاری رو میز، یکی میگه خودکار، یکی میگه مداد، یکی میگه قلمش رو گذاشت زمین قراره دیگه ننویسه، یکی میگه این تانکه اصلا. آخه باید این تعبیرهای عجیب در مورد کار هزار چهرت من خیلی در سایت ها و بلاگ ها خوندم. به هر حال یه سقف منطقی داره تعبیر دیگه، نمیشه هر چیزی رو به یه چیزای عجیب غریب پیچیده ای تشبیه کرد که هیچ ربطی نداره. ولی جلو تعبیر رو نمیشه گرفت.
خیلی خوبه، تعبیر هر کسی محترم، ولی دیگه انقدر تعبیر نکنیم که منظور اصلی سازنده اون کار هم لابلای این تعبیرها گم بشه. بنده خدا که بخواد بیا جلوی دوربین توضیح بده که آقا این تانک نبود، آقا قلم بود ما گذاشته بودیم رو میز. یه بسته ویژه دیگه داریم برای مهران مدیری که فکر کنم برای خودش هم جذاب باشه. بی تناسب با حرفامون هم نیست. محمد گرفتی که کدومو میگم؟ ها آره 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 آره، نگاه کن. این کارو خوب خونده بودی؟ بله خوب خوندم. میگم یعنی توصیه اون مادر بزرگر خیلی هم بهش عمل نکن، بعضی وقتا اتفاقا کارهای خوبی میخونی. دست هم در میره دیگه. تیتراژ مهر و ماه رو هم شما خونده بودی؟ بله. یه سریالی بود، اونم خیلی خوب بود. سریال مهر و ماه بود و تیتراژ هم نفس. خب. از کار آقای فخیم زاده که فردین خلدبری ساخت، خیلی کار زیباییه. من میدونم که یه برادر شما که اصلا آهنگسازه، علاقه منده به آهنگسازیه و من برادر بزرگم پیانیسته و نقاش و گرافیسته خیلی خوب. شنیدم که خودت هم به نقاشی علاقه داشتی ولی هیچ وقت استعدادشو نداشتی. استعدادشو نمیدونم داشتم یا نه، برای اینکه اتفاقا برادرم از زمانی که من کوچیک بودم اصرار میکرد، کتابای شیوه های طراحی یادم برام میخرید با امکانات، ولی من تنبلی میکردم، بازیگوشی میکردم. اگر این کار رو ادامه دادم ممکن بود نقاش خوبی بشم، نمیدونم، ولی ادامه ندادی. مهران درسته که تو به تیم نویسنده هات گفته بودی که هیچ کمکی به سروش صحت نکنن برای کار چهارخونه؟ وای خدا منو ببخشه. نه، سروش صحت دوست خیلی خیلی دوست داشتنی، نزدیک، عزیز منه. من رفتم لوکیشنشون سر ضبط، گفتم که من چیکار کنم، من چیکار کنم که این بهتر شه. بعد سروشم اینجوری فکر میکنه همیشه، گفت نوکرت هم قربونت برم اینا. گفتم نه اصلا این تعارف نیست، واقعا من چیکار کنم، اگه فکر میکنی من کاری میتونم بکنم بکنم. که نه اصلا سروش وقتی بدرخشه، سروش صحت، من پوزشو میدم. برای چی اصلا؟ نه اصلا واقعیت نداشتم چی چیزی. شگفت انگیز بود. ما همه کمک میکنیم که تک تکمون هی بریم جلوتر. من به پیمان، پیمان به من، خشایار الوان به جوله، اون به مهراب، مهراب به سروش، من به بازیگرا، بازیگرا به من، همه از شونه های هم میریم بالا. به معنی خوبش ها. آره میخواستم بگم این که بعده که نه همه با هم، همه با کنار هم دیگه. یه اشاره به آمار جالب امشبمون بکنم که 346,497 نفر تا این لحظه نظر دادن. من نتیجه رو نمیگم که جذابیتش برای آخر برنامه محفوظ بماند. به نظرت بهترین بازیگر مرد هزار چهره چه کسی بود؟ جز منصور شصتی. من نمیتونم بگم یه نفر رو، ولی من میتونم. نه شما به عنوان بیننده میتونین بگین، من بگم اون یکی دلش میشکنه. خب
خب من به نظرم آقای علیرضا خمسه اصلا یه آدم متفاوت بود در کار. فوق‌العاده بود، درخشان بود خمسه، بی‌نظیر بود. ولی سیامک انصاری کوتاه و درخشان بود. فلامک جنیدی عالی بود. رضا فیض نوروزی فوق‌العاده بود. همه رو میتونم بعد قبل از اینکه اصلا این مرد هزار شعر شروع بشه، یه حجمه عظیمی از تبلیغات شروع شد که آقا امین حیایی میاد، خسرو شکیبایی میاد، محمد صالح علا میاد، نیلوفر خوشخول. امین حیایی اومد و نیلوفر خوشخول برای بخش مافیامون قرار دادن بستن. و امین رفت چک کرد کاراشو، اینا دید نمیرسه. چند تا کار همزمان داشت، دید هم به اون کار نمیرسه هم به کار من. اومد گفت نمیتونم. قرار بود چه نقشی بازی کنم امین حیایی؟ قرار بود براش بنویسیم، چون شکل انتهای بخش مافیا که خانم رهنما بازی کرد اینجوری نبود، یه شکل دیگه بود، یه زن و شوهر بودن که حالا داستان مفصل داره. اینو قرار بود امین حیایی و همسرش بازی کنن. گفت نمیتونم. گادفادر رو قرار بود خسرو شکیبایی بازی کنه. اومد حرف زدیم و گفت میام. بلافاصله کار سینمایی شروع شد، کار خانم عارفپور و شکیبایی باید میرفت شمال پس فردا صبحش. یعنی رسیدیم به این که بریم شروع کنیم، یعنی اومدن این دوستان و نشد به خاطر این تداخل کاری. بعد این ماجرای حضور آقای علی پروین توی سریال چی بود؟ قرار بود در قسمت آخر، اونجایی که شما لطف میکنی منو اشتباه میگیری، آقای علی پروین منو با یه مربی خارجی اشتباه بگیره، که آقای پروین اون موقع شمال بودن و نتونستن بیان، که بعد ما پایان رو تغییر دادیم، قصه رو عوض کردیم و اون شکلی شد که با هم اجراش کردیم. محمد رضا حسینیان این وسط چی شد؟ آخه چون خیلی ها. ببین همین تیزری که از سریال تو پخش می شد آخرش هم می نوشت با تشکر از فلانی ها، همین شائبه ایجاد کرده بود که آقا این سریال سانسور شده چون اسم حسینیان بوده ولی کونه. دو تا پلان در اومد که به خاطر که تو یکیش حسینیان بازی می کرد، به خاطر خشونتی که در این صحنه ها بود، چون این سکانس بازسازی یکی از سکانس های معروف پدرخوانده یک بود که یه بازیگری میاد پیش براندو و ازش میخواد که کمکش کنه، یه تهیه کننده ای هست که یه نقش خوبی داره به این نمیده و این میگه که سر اسبشو میبرن میذارن تو رخت خوابش، سر مرغ حسینیانو بریدیم گوشتیم تو رخت خوابش و صحنه خشنی بود برای نمیدونم تلویزیون صلاح دونست که تا این حد خشونت رو نبینه بیننده. اتفاقا من با آقای خمسه هم صحبت میکردم، میگفت کل گروه به این نتیجه رسید که خون توی کمدی نباشه بهتره. مردم بهتر میتونن ارتباط برقرار بکنن. از این ماده رنگی ها ریختیم ها. خون نبود، خون نبود، ولی خون و خون ریزی نبود. برحال یه ذره خشن بود و برای همین بهتر بود که این اتفاق افتاد. خب محمد چقدر فرصت داریم تا پایان برنامه؟ من یه 10 دقیقه. یه بار سوال نظرسنجیمون رو برو که آخرین کسایی که میخوان رای بدن رای بدن، برگردیم من با از مهران سوالهای کوتاه کوتاه بپرسم تا به اون قسمت پرحرارت پایان برنامه نزدیک بشیم. الان ساعت حدوداً 10:55 و خیلی برام جالبه که 386191 نفر تا این لحظه در نظرسنجی ما شرکت کرده. ما تو سری قبلی شب شیشه‌ای شب آخر به آمار 420,000 تا رسیدیم. خیلی به ما لطف دارید که الان بعد از 7 شب پخش به این رقم رسیدیم. البته قطعا حضور مهران مدیری هم بسیار موثره توی این قضیه. مهران، مهمترین ویژگی ما ایرانی ها رو چی میدونی؟ عواطف،
عواطفی که نسبت به هم دیگه داریم به این شکلی که داریم، یعنی به شکل درستش، به اندازش، یه وقتای مبالغه تو این موضوع درد سرسازه، ولی به نظرم عواطفی که، نوع عواطفی که ما داریم خیلی زیباست و بی نظیره. تو هم زمان جنگ رو تجربه کردی و امروز هم سوم خرداد یک روز ویژه است در تاریخ ملت ایران. چه چیزهایی، چه اندیشه هایی بچه های جنگ اون موقع داشتن که الان به تحقق پیوسته و چه چیزهایی داشتن که الان به تحقق نپیوسته، نرسیده به اونجایی که باید میرسید؟ خب تک تک بچه های جنگ بچه های عجیبی بودن، خیلی عجیب. اینو خیلی ها گفتن، بارها گفته شده این، شاید حرفای من تکراری باشه، ولی اون چیزی که من از نزدیک میدیدم رو میگم، که خیلی بچه های عجیب و شگفت انگیزی بودن به لحاظ شجاعت، به لحاظ جسارت، به لحاظ باور واقعی که از کاری که میکردن داشتن. خب خیلی دستاوردها وجود داره الان در جامعه ما که همه رو مدیون بچه های جنگی، مخصوصا کسایی که جانبازن، مخصوصا کسایی که اسیر شدن، و شاید کمترین، شاید یه اتفاقی که افتاده این که میگید دستاوردهایی که بهش نرسیدیم، اونم خیلی هست. ولی من یه برنامه‌ای داشتم به نام گفتگوی انسانی که نیمه کاره موند، با افراد خاص حرف می‌زدم، با محکوم به اعدام، با جانباز، جانباز قطع نخایی، با بعضی از بیماران، زن و شوهرهایی که از هم طلاق گرفتن، آدم های خیلی فقیر، آدم خیلی خاص، سارق مسلح، نمیدونم. دو تا از بچه های جانباز قطع نخایی مهمان این برنامه بودن که من باشون گفتگو کردم، تلخ بودن، یعنی یه خورده کم توجهیم. آره خیلی، این خیلی دقت خوبیه، مخصوصا به جانبازان اعصاب و روان که در آسایشگاه ها هستن، جانبازان قطع نخایی. مردم میدونیم، همه هم میدونیم، اینا زندگی خیلی سختی دارن، ما مدیونشونیم و هم مسئولین، در درجه اول مسئولین که اصلا وظیفه شونه، در درجه دوم ما ملت که وظیفه حسی مونه، باید توجهمون یه خورده به این مقوله بیشتر بکنه. خیلی ممنونم از تذکر خوبی که دادی. باز میرسم به چند تا سوال کوتاه، اینا رو کوتاه بهم جواب بده. درست بود که قرار بود شریفی نیا در سریال تو بازی بکنه یک سکانس، تو هم یک سکانس در سریال شریفی؟ اینا رو از کجا میفهمین شما؟ اگه قرار باشه نفهمیم که مثلث شیشه نمیشیم. شوخی میکنم شما که ماهی شریفی نیا پیشنهاد داده بود که مهران بیاد توی قسمت از به عنوان مهمان تو از سریالشون بازی کنم، اونم به عنوان مهمان بیاد یه قسمت بازی، که خب من خیلی درگیر بودم، نمیشد با همه علاقه‌ای که به سیروس مقدم دارم. شریفی نیا هم خب گفت نمیای. خب نمیام، گفتم خب نیا اصلا چیکارت کنم. ولی روز آخر زنگ زدم که شریفی نیا باشه، اون بعد از اینکه نتونستیم در خدمت های پروین باشیم، خب به خیلی ها فکر کردیم و اون موقع کیش بود رضا، گفت نمیتونم بیام. بعد حالا بگم راستشو؟ بگو. گفت میخوام بیام، گفت بلیتم هم الان درست میکنم و جنگی میام صبح اونجا. بعد زنگ زد و پکر، گفتم چته؟ گفت نمیذاره گروه، آیس مقدم نمیذاره، میگه اون نیومده تو برای چی بری؟ من از همینجا خدمت آقای مقدم سلام عرض میکنم. شریفی نیا کاملا برعکس اینها رو به من گفت،
توی گفتگوی تلویزیونی. دروغ گفت که مهران مدیری به من زنگ زد گفت بیا. گفتم عمرن من کیشم نمیرسم، برو خودت هر کاری میخوای بکنی بکن. دوربین من کدومه؟ دوربینت الان یه بی زحمت کلوزاب بدید از آقای. تو خودتو نکشتی برای اینکه بیای بازی کنی؟ من واقعا الان حسش بیشتر هاشم میدیوم شات رسیدیم. نه هیچ. آقا به من که اینجوری بود، بله منم منتقل کردم. حالا باشد که توی برنامه شاید ایشون اومد جواب داد. آقا بذار آمار رو بگم که خیلی جالبه. شدیم 419,180 پیام کوتاه. رکورد چیکار؟ یعنی همون رکورد که توی شب شیشه ای داشتیم. شاید حالا تو این دو سه دقیقه بشکنه. 420,000 تا بود. 420 خورده هزار تا بود. میشکنه. پس یه 30 ثانیه دیگه صبر میکنم شاید اون رکورده بشکنه. چقدر محمد کلا فرصت داریم؟ 240 ثانیه. چند تا اسم میگم فقط یه کلمه در جوابش بگی. محمد رضا شریفی نیا. فقط نگاه میکنم. فقط نگاه. چی ندارم بگم. جواد رضویان. بی معرفت. رضا شفیجم. یه روز به عمرم مونده باشه میکشم. سروش صحت. عاشقشم. کمال تبریزی. خیلی دوست داشتنی. سرکار خانم بختاور. خسته نباشی. سرکار خانم صبوری. لاله صبوری. خیلی بیشتر انرژی خوبی داره توی کار تا بازیگر خوبی باشه. اون آیتم های معروف مریم و رامین یه زمانی خیلی محبوب بود بین مردم، به همین خاطر این اسم رو پرسیدم. و خانم بختاور هم که خب آقای مدیری دو سه تا تجربه خوب سینمایی کرد. نمیدونم دلخور شدی بهت سیمرغ ندادن برای بابت نقش دوم توی جشنواره یا نه؟ البته پرسیدم ازت گفتی نه، ولی میخوام جلوی دوربینم بگی. نه دلخور نشدم، ولی دلخور شدم. خب نه دلخور نشدم. یه نقش خیلی خوبی رو در همیشه پای یک زن در میانه است بازی کرده بود که واقعا دیدنی بود. من در جشنواره دیدم. به تبریک میگم مهران، تو بازیگر موفقی هستی، کارگردان خوبی هستی و خیلی خوشحالم که در تعامل با تلویزیون رسانه هم این فرصت رو به تو داده تا به عنوان یک مرد محبوب در طنز بین ایرانی ها جایگاه داشته باشی. متشکرم. سپاسگزار. شکست آقا رکورد. 427,878 نفر شرکت کردند. 24% گفتن پاورچین، 5% گفتن نقطه چین، 29% گفتن شبهای برره، 5% گفتن باغ مزفر، 34% گفتن مرد هزار چهره. یعنی مرد هزار چهره درجه اول. یعنی رتبه اول میشه مرد هزار چهره، دوم شبهای برره، سوم پاورچین، چهارم نقطه چین و باغ مزفر با هم. مهران تیتراژمون داره تمام میشه. متشکرم. ممنونم از شما، ممنونم از همه شما که ما رو دیدین و امیدوارم همیشه گفتم بهتر از این باشیم. زنده باشی. من خیلی لذت بردم مهران جان. ممنون که به مثلث شیشه امشب آمدی. ممنونم. من در پایان برنامه یه بار دیگه از حامی مالی برنامه‌مون پرشیا خودرو، نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش BMW در ایران سپاسگزاری میکنم که حامی مالی برنامه‌مون بودن. ممنونم مهران. متشکرم. شب بخیر. شب بخیر. تمام میشوم شبی. تمام میشوم شبی.